قاری ممتاز و بین المللی آقای هادی اسفیدانی رو تشویق بکنم. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ شما خوبه؟ خوش اومدین آقا هادی، بفرمایید. سلامت باشین. خیلی خوش اومدین. سلامت باشین. اونجا وای میسی؟ بله با اجازهتون. بفرمایید. اشکال نداره که. نه سلام علیکم بکنم. سلام علیکم و رحمت الله. و رحمت الله و برکاته. و مرحبا. اهلا وسهلا. رضوان. سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما و حضار محترم، بینندگان عزیز، اساتید بزرگوار. یا حیاک. هادی آقا خیلی خوش اومدید. خواهش میکنم استاد. ان شاء الله خیلی. الحمد لله على السلامه و زياره مباركه مقبوله. بشینید. به نظرم بشینید که کارمون شروع کنیم. بودین آقای اسفیدانی؟ بابا چیکار کردین با دل ما؟ عرض کنم خدمتتون که بله این آهنگ البته شاید تعجب بکنین خیلی ها، یعنی چون این موضوعی که میخوام خدمتتون عرض بکنم هیچ جا نگفتم تا حالا. این آهنگ داستانش برمیگرده به حدود 11-12 سال پیش. من قبل از اینکه تلاوت قرآن رو به صورت حرفه‌ای حالا انجام بدیم و پیش بگیریم کار آهنگسازی میکردم و این آهنگم خروجی اون ایامه، البته بدون اینکه من یک دقیقه آموزش ببینم یا کلاسی برم یا دوره‌ای ببینم و اینها، با تلاش خودم، با زحمت خودم، حالا علاقه‌ای که داشتم و در کنارش جالب تلاوت قرآنم انجام میدادم و اون ایام یادمه توی دوراهی بودم. خیلی جالبه، یعنی نمیدونستم کدوم رو باید برم، کدوم رو پیش بگیرم. هر دوشو علاقه داشتم، دوست داشتم، ولی خب مشورت میکردم با افراد مختلف. اون موقع مثلا سن دبیرستان بودم دیگه، با معلم و دینی، نمیدونم معلم ورزش، معلم هنر، هر کسی یه چیزی میگفت. ولی خب دیگه همون بهتر که قاری شدی به نظر. ماشاءالله. آره خوب کردی. یعنی نگفته بودی تا حالا. اینا والا. ماشاءالله. اولین بار بود خلاصه دیگه اینو. آره این موسیقی رو من جالبه از طریق یه واسطه رسید دست یکی از گروه‌های بزرگ موسیقی که اون موقع ایران بودن، الان البته نیستن، خارج کشورن. یه اسم گروه رو نیاردی؟ نه دیگه اون حواسم هست. آره آهنگساز اون گروه به من پیشنهاد داد که شما بیا توی گروه ما خودمون هم از صفر آموزش میدیم به شما، همین که در ادامه با ما کار بکن و برای ما کار بساز و اینها. ولی خب دیگه اینجوری داری خوندن تو سخت‌تر می‌کنی، توقع رو داری می‌بری بالا. بخونن برامون موافقی؟ بله بخونم. یه صلوات محمدی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. ضمن این که ما انتظار از مقام اول مسابقات بین المللی قرآن کرواسی الان داریم، یعنی در خور یک قاری بین المللی الان انتظار تلاوت داریم. بسم الله. من اجازه میخوام این تلاوت رو هدیه بکنم به ارواح طیبه همه شهدا، علی الخصوص استاد و دوست عزیزم استاد شهید منا، شهید محسن حاجی حسنی. رحمت الله. خدا رحمت شما. رحمت الله. که با هم رفیق بودین؟ با شدت. یه قصه رو برام بگین اول بعد تلاوت کنین. بله من بعد از این که تصمیم گرفتم توی زمینه تلاوت قرآن در واقع فعالیت بکنم به شکل حرفه‌ای، نزدیکای سال نو بود، سال تحویل بود. خب ما نزدیکای یعنی سال نو که میشه میریم حرم، حرم مشرف میشیم. ما هم طبق سنوات گذشته مشرف شدیم به حرم امام رضا علیه السلام و از امام رضا علیه السلام من یه عیدی خواستم. گفتم یا امام رضا من عیدیمو خودم تعیین میکنم، ایدی منو این قرار بده که حالا که من تصمیم گرفتم توی زمینه قرآن فعالیت بکنم، تلاوت قرآن، یک کسی رو توی راه من بذار
که کمکم بکنه دست منو بگیره من یه پیشرفت جهشی داشته باشم توی تلاوت قرآن. حوصله ندارم 15 سال وایستم برسم به اون درجات بالا. بعد از اینکه این خواسته رو در واقع از امام رضا علیه السلام طلب کردم، حدود یکی دو هفته و دو سه هفته بعد توی یکی از جلسات قرآن مشهد شرکت کردم و اونجا تلاوت کردم. بعد از تلاوت قرآن یه سید بزرگواری دست من کشید کنار، دقیقا همون جمله‌ای که از امام رضا علیه السلام خواسته بودم رو به هم گفت. گفت ببین تو میخوای توی قرآن جهشی پیشرفت بکنی یا نه؟ گفتم آره. روی کاغذی آدرسی نوشت، گفت برو به این آدرس. آدرسم آدرس جلسه استاد عزیزم آقا مصطفی حاجی حسنی و شهید محسن حاجی حسنی کارگر بود که دیگه رفتیم اونجا و خلاصه در محضر این دو عزیز تلاوت قرآن رو. خب روح همه شهدا، خصوصا شهدای حادثه منا، روح شهید محسن حاجی حسنی کارگر، شهدای کاروان قرآنی، آره شهدای کاروان های شهید دانش، آره. اون گروه عزیزمون چقدر قاری درجه یک اونجا مرد دست دادیم، رو همشون شاد. یه چند ثانیه حالا که اسم محسن جان اومد وسط، قبل از قرائت هادی عزیزم یه چند ثانیه ای از تلاوت محسن حاجی حسنی کارگر توی مسجد الحرام با هم ببینیم. این کار رو من سخت میکنم. من باشم تلاوتمو تقدیم میکنم به روح محسن. حتما همینطوره، ما هم تلاوتو انشاءالله تقدیم میکنیم به همه این شهدا. هاشم آقا فرمودن شهدای تمام شهدای قرآنی منا، اصلا تمام شهدای منا علاوه بر شهدای قرآنی و حاج محسن آقای حاجی حسنی، ببار به همه ببار. بله آفرین. انشاءالله آیاتی از سوره مبارکه زخرف رو تلاوت خواهم کرد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. صل علی محمد و آل محمد و عجل شهده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا هادي، الله الله الله، نعم نعم نعم، يا سلام. سلم ودخلوا الجنة يا رب. نعم الله. ودخلوا الجنة. أحسنت. ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الله عفية. نعم ما شاء الله. نعم الله. نعم الله. الله 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 عجيب. عليك الله.
إيه هو ده؟ الله. عجيب. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. الله 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 الله. أعد أعد أعد. نعم 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 نعم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. يطاف عليهم بصحاف من ذهب الله الله. هي كده مو استاذ رضوان؟ ايوه عجيبة. اي والله اي والله عجيبة. الله 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 الله. هي الله. هي نعم عجيبة. الله الله. هو ده. سلام يا سلام. سلم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الله الله الله. إن شاء الله. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا الله 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 الله. ودخلوا الجنة. نعم. ودخلوا الجنة. ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم. نعم 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 نعم. الله يا سلام. سلم الله الله. يطاف عليهم بصحاف من ذهب الله. هادي جان الله. یه دفعه تلزل اعیون تو اوج بخون. So
يلا اقرا اقرا الله الله طعم شاب شاب خوبه الله اره 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 يشيز ياس يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي آره هر چی عیونشو حالش بیشتر قفل اجمل منه گفتی بالا بمونه ولی پایین گفتی بالا بمونه بس خودمون پایین حالا نه تلزق اینو بالا نه غیر غیر حتی این اعیان ناقص میمونه دیگه آره اعیان رو ناقص بذار دوباره برگر اینجوری ناقص میمونه دوباره برگر آقا اینا رو گل کن قبل این منو بکن چیزی که من خواستم ایزه بده اینو شاید شما بکن شاکر دیح کلی بده یا عمی دعوف شاکر قراله عمت یعنی تحصر و تلازم الاعیان ناقص بذار تا بعدش رو ببینیم چیکار کنی هادی جان حالا نگه قبل این منو بکن براش خوندی دیگه برای حمید الان وفيها وفيها شروع وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وفيها ما تشتهي الله 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 جميل يطاف عليه بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تهي الأنفس سلام سلي يا سلام سلي على يطاف عليهم أما الذهب وأكفاب بازيكم بدل ما مثل شما نمیتونیم بدل بازی نه استغفر الله آقا یا قفله منو بخونی یا صدق الله تو بگی حسن برام حسن من چیزی که میخوام میخوام گوش کنم ولایتی ان دیگه حرف کیا به تهرونی شده دیگه نه منم مشهدی ام خطه ای ان حرف حامد رو گوش کن منم مشهدی ام همین چی میخوای صبر کنیم چی اصلا بخوام پرده شو خاطر نه غیر طبعا پرده شو نمیخوام قفله شو میگم میشه این آقا کلا امروز برام چیزه آهنگ که ایشون میخواد بیره توی این پرده اختلاف درجه نه اینو میخوای آره خلی خلی معشقی نداره اول این آقا خونه من باشم به رسم مهمان نوازی اونی که حسن اینم میخواد میخونه خب این کار ما الان ناقص بود قسمته نه این الان من حسن اینو شما حتما بخون اتفاقا ویژه براش بخون ولی حالا که اینو ناقص گذاشتی تلزل اعیون یطافو یه دفعه اینو اجرا کن و بعد اگه حسن اجازه بده بعدش اجازه نده اجازه هست با اجازه بزرگترا آنه هادی جان میکروفون هم یه خورده بگیر بالتر آره بده بالتر خودت زحمتش بکش الله 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 ما شاء الله خب تلزل اعیون شما چی بود؟ شما چی سفارش داشتین؟ دونونه دیدی گفتم اینو که خوند یطاف علیه بصحاف من ذهب و اکواب فیها ما تشتهی Oh.
حسني هاي الأفلي ها يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الله أكبر. الله 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 الله. حرام عليك استاذ ابو. لا حرام والله حرام والله جميل حرام عليك يا بارد يعني يكون الاستاذ يخرج لنا الجواهر من استاذ رضوان. بارك الله بارك الله. ما مهم انا وفيها ما تشتهيه الانفس وتلاذ الاعين. اهم ما تشتهيه الانفس من خاصه من بعد بهم ملوديته بهم اطلب تكرار تفضل اطلب وتلاذ الاعين. نعم خفيفه هذه دايغن هامون خفيفه شنو استاذ رضوان خفيفه هامون وفيها ما تشتهي زبل يطافوا عادية يطافوا وباها من قبل عادية يخون بخونا برا أنا أين تو رسم كشورهاي مثلا مثل عراق مستمعين جدي سمیهایی که اونجا هستن دوست دارن من خودم وقتی میخوندم میگفتن تکرار کن و براشون با اشتیاق میخوندم حالا شما بخون یطاف علیهم بصحاف ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. الله 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 الله. الآن أزت راضي حبيبي راضي إن شاء الله خدا راضي بشي. شفت رجعت إلى كلامي قلت له الله الله وافقت. بخون من حسنين يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الله و ندو ونش هم یادت نه من حفظ بخون نه نه و فيها ما تشتهل هذه دومی حذفه و فيها ما تشتهل انفس و تلذ الاعین همینو بخون ببخش و ندو ونم یادت رفت يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس همینو بخونیم مقام خودتو بخونیم یطاف علیهم بصحاف من
وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العيون. الله 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 حال میکنم با این هرچی میخونم پاس میده. و انتم فیها خالدون. نعم ما شاء الله. الله العلي العظيم. اللهم صل على هم که انتخاب کردن این آیه ابتداییش خیلی آیه عجیبیه. الاخلاو الاخلاو یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ببینید نشون میده که رفاقت آقای بوذری همه بینندگان عزیز رفاقت اگر مدارش تقوا نباشه به دشمنی کشیده میشه. یه موقع با آج احمد صحبت میکردیم این نه تنها در رفاقت‌های نفرات با هم دیگه است بلکه رفاقت‌های جوامع هم با هم دیگه همینه. اگر اون هدف خدایی ایشون تعبیرش اینجوری بود میگفتش که تعبیر پسندیدم میگفتش که یه ایکس هست که تو معادلات همیشه برای دشمنان حذفه نمیفهمن نه ما رو میتونن تحلیل کنن حتی خودشون هم نمیتونن تحلیل بکنن همه محاسباتشون درسته محاسباتو به هم میریزه. ببینید قرآن میگه تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا یعنی شما اینها رو با هم دیگه جمیعا میبینید در حالی که قلوبشون این پایین که میری مثل کف آبه کف روی آب شما نگاه میکنی آتشخاله روی آب میبینی همه آتشخاله هم چسبیده شما فکر میکنی اوه یه مجموعه از آتشخال در ذاتی که دو سانت میری پایین نیمت میری پایین میبینی اصلا خبری نیست خبری نیست هم نچسبیدن اصلا خب یه سیلاب بیاد همشون میره. ببینید رفاقت بر مدار تقوا میماند رفاقت در غیر مدار تقوا و اینها رفاقت ها الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو این میگه تو مقصر بودی اون میگه تو مقصر اینا واگرا میشه واگرا میشه خیلی ممنونم ممنونم از شما متشکرم تشریف بکنید آقای اسپیکر